قطعاً این اظهارات محکوم هست. رژیم اشغالگر قدس باید بدونه که با این فرافکنی ها دردی از دردهاش دوا نمیشه. هر کس باد به کاره طوفان درو میکنه، جمهوری اسلامی ایران لحظه ای تردید نمیکنه برای اینکه از منافع عالیه مردم و از امنیت ملی خودش محافظت بکنه. رئیس مؤسسه تولید واکسن فینلای کوبا به ایران موجودیت نامشروع رژیم اشغالگر قدس باید دست از این اتهام زنی های واهی برداره. رژیم اشغالگر قدس بار اولش نیست که از این اتهامات متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده. هر کجا این رژیم رفته با خودش ناامنی، ترور و خشونت برده. مسئول وضعیت فعلی همونهایی هستن که پای رژیم اشغالگر قدس رو به این منطقه باز کردن. سوم مرداد سفر معاون نخست وزیر و وزیر امور دولت آمریکا باید توجه بکنه که وظایف قطعی میزبانی در خصوص مقر سازمان ملل متحد در نیویورک داره، بر همین اساس فارغ از اختلافاتی که با کشورهای دیگه داره وظایف مصرحی داره که در همون چارچوب باید عمل بکنه. اما این چیز عجیبی نیست، لابی شناخته شده ضد ایرانی در ایالات متحده از هر فرصتی استفاده میکنه تا اتهامات واهی رو متوجه جمهوری اسلامی بکنه و از این دست اقدامات پیشتر هم انجام داده. طرف آمریکایی متاسفانه در آخرین لحظه با یک برداشت اشتباه از تحولاتی که در داخل ایران اتفاق میفته، به نظر میاد تا همه تعهدات خودش رو یه بار دیگه زیر پا گذاشت. اگر به تعهدات خودش، به توافقات خودش عمل میکرد، امروز ایرانیان ما آزاد بودن. ما متاسفانه چندین بار این نقض توافقات را از طرف ایالات متحده دیدیم و اینها دلایلی هست که ما به هیچ وجه من الوجوهی هیچگاه از روز اول تا به امروز هیچ گفتگو رو بر اساس اعتماد با ایالات متحده نداشتیم. هر روز هم دلایل بیشتری داریم که تمامی گفتگوهامون رو، حتی اونهایی که به صورت غیر مستقیم هست، با حد اکثر بی‌اعتمادی به طرف آمریکایی جلو ببریم، چون نشون دادن تا چه حدی غیر قابل اعتماد هستن. سفر رئیس جمهور عراق به ایران در برنامه هست. احتمال زیاد برای مراسم تحلیف به ایران خواهند آمد و در همین چارچوب دو جانبه هست. و البته علاوه بر ایشون، ما نزدیک به یا چند ده هیئت کشورهای دیگه در عازم ایران هستند برای مراسم تحلیف جناب آقای رئیسی.